چای میوه‌ای رو بخوریم توی لیوانی که آذر به من هدیه داده قبل از غذا. چش داغه، اومدیم بخوریمش دیدیم غیر داغه. خب حالا اولش یه کار دیگه بکنیم. باش های به هایتون، های به هایتون. این لیوانو صبر کنید الان. خب بیا اینجا پین شد دیگه. خب این لیوانو آذر داده دفعه پیش، هند در باید، هند یعنی کار دست، ولی خب خیلی داغه، اومدیم بخوریم. پس حالا یه کار دیگه میکنیم تا این سرد میشه. های میترا، خب یه ماستم بخوریم و ببینیم که با این ترکیبی که درست کردم از غذای دیروز چه مانده است به جای تدیق. چون دیروز تدیق نداشت، امروز خرچ خرچش باید باشه. چهار تا دونه گوجه داشتم، این گوجه ها رو نجیب آورده بود، هی گفتم که من اینا رو بدم به الف قبل از اینکه برم پیش مهران. اینو یادم رفت آخر، یعنی اینقدر چیز برنامه پر بود دیگه. این انگشتره کجا رفت؟ هر جا رفتی خوش رفتی. حالا درود، بچه همون غذایی که درست کردم اینا رو میخوام بهتون نشون بدم. این دونه ها رو میبینید، یادم رفت اسمش، پینه نمیدونم چی، یه پینه ای داره، تخم کاجه، تخم کاج. الان شما هم میگید سریع انقدر که بلدید. نوشه جان، آها، پینن کرنه، پینن، آره پینن کرنه، پینه پینه، آفرین آفرین. بعد اینا رو از توی چیز در میارن، انقدرش هم خیلی هم کمش نمیدونم، شاید 100 گرمش اینا نمیدونم 2-3 اویرو باشه، 3 اویرو اینا باشه. من اینو تو فریزر گذاشته بودم، هر موقع غذا غیر گوشتیه میام چند دونه از اونا رو میزنم به اینجا. پیازم بخور. آره پیازم، مرسی، پیازم بخور. این پیازم این پیازا چقدر، این پوست گوجه رو من میخورم، من بهتون میگم چقدر برای روده ها خوبه. کجا افته؟ یه باستید دستم رو پاک کنم. داشتم گفتم برای روده ها خیلی خوبه، بالاستش توفه فیبره.
چون اون پینا اون تخما اینا 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 هم چیز پروتئینه. مرسی مرسی. آره یه حدود من حس بد نمیده به من. به من حس خوبم میده. ببینید سیرم با پوستش گذاشتم. پوست در معده هضم نمیشه. برای اینکه بدن میاد اینا رو هضم بکنه هی قند مصرف میکنه. هی هضم نمیشه هی قند مصرف میکنه. هی هضم نمیشه قند مصرف میکنه. برای همین دکتران برای کسایی که بیماری قندی دارن بهشون میگن که شما مواد غذایی با فیبر بخورید، مثل نون که فیبر داره. اونایی که هضم نمیشن آخر دیگه معده ردش میکنه برای روده، میگه برو دیگه، من از عهدت بر نیومدم، برو. اینا میرن تو روده چی کار میکنن؟ روده رو تصور کنید مثل یه جوبه، جوبی که دور تا دورش مثلا گلولای جمع شده. این فیبرا، این چیزایی که مثل چوبن، پوستن، هضم نشدن، پوست گوجه است، پوست نمیدونم خیاره، نمیدونم فیبردار سبوسه، نمیدونم اینا همشون میخورن توی این روده، این ور اون ور این ور اون ور، این روده رو لایروبی میکنن، تمیزش میکنن، کنارهاش رو تمیز میکنن از اون چیزایی که جمع شده در روده. برای همین جلوگیری از سرطان روده هم میکنه و یبوست رو هم جلوشو میگیره. برای تیروید کمکار چی خوبه؟ نمیدونم. این تجاربی هم که الان دارم تجارب شخصی خودمه، وگرنه از پزشکی خیلی چیزا یادم رفته. چی کار کن؟ چی جوی کن؟ فلان کن؟ شما حرفای منو بشنوید، دوست نداشتید قبول نکنید، به عقلتون اومد قبول کنید، نیومد قبول نکنه. اصلا فکر کنید من چرت و پرت گفتم. برای مسافرت احتمالا میرم، و همین هفته مسافرت دارم، هفته که میاد مسافرت دارم و بسوز بساز نمیخوری یا بسوز بسازی. وای 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 وای، خونه آذر بودیم، سهراب رفت گرفت. آذرم دو زیبا، من نمیتونم همش استفاده کنم، نصفش من برداشتم. خود سهرابم برداشت.
چک مرسی مرسی چکنی راد یادم رو باره غذای امروز زیاد نبود، یعنی تقریبا سیرم بذاریم روش. چرا سهراب میره خونه آذر؟ خب خونه منم میاد، قرار این هم خونه من، اول خونه من اومده بود، من اول رفتم خونه آذر بعد اومد خونه من. فقط خونه اون که خونش خونه داریوش هم رفته، الان هم مسافرت رفته خونه یه خانمی. حالا کیه چیه گفتش میرم میام. غذای من استانبولی، پلوی من در آوردی. چقدر شکل غذات عالیه. آره انقدر که خوشگل شد با این لوبیای سبز و لوبیای زرد و بعدش زعفرون و گربه ها رو پیرن. آره راست میگیم، گربه ها بذار اینو بذاریم اینجوری، بذاریم روی نان. قوانین گروه برای کسی استثنا نداره، برای کسی که مهمون میاد میتونه بیاد. مهمون یکی دو روز بیاد دیگه. یعنی تا آخرش تموم شد. مهمون بیاد ولی خودش خرید کنه بیاد؟ نه باید نیست. یه موقع مهمون خواسته بیاد گفتم بیا غذا داریم، هیچی نیار. اون روز کی داشت میامد گفتم هیچی نیار. احمدم حالش خوبه. زیبا میگم پولو به سمیرا بخشیدی؟ پولی دیگه نیستش که ببخشم، پول رفته دیگه. بخشیدی چیه؟ در این رابطه من حرفم رو زدم دیگه، نمیخوام صحبتی بشنوم یا حتی پیامی اینا جواب بدم. من از این پول گذشتم، بهش نمیخوام فکر کنم چون تنش برای من میاره و
یه بار اضافی تو ذهن من. بعد شما فکر کنیم پول حالا من میخواد حالا تیکه 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 حالا کی بده و چی رو بده و بعد بیایی هی نگاه کنی چی شد این تاریخ شد اومد تو حسابت، بعد که اومد تو حسابت بعدم بیایی یه حس منفی داشته باشی. نه میخوام، من نمیخوام به من با سمیرا مشکلی ندارم، هرچی هم دوست داره برای من بگه، در رابطه با من بگه، نمیخوام از این حسم به واسطه این پول بدتر بشه، به واسطه این پول مثلا الان من ازش گذشتم تموم شد، ارلدیک تموم شد، انگار که من در زمان خودش به یک کسی یه هدیه دادم، هدیه که نبود قرض بود، ولی خب حالا این حساب بکنیم مثلا هدیه بود، تموم شد رفت دیگه. اصلا این خانم میخواد بپذیره نپذیره دیگه اصلا وجود نداره، که پوله که وجود نداره که الان بپذیره یا نپذیره، پوله خرج شده رفته، پولی نیست که الان بگه اون بگه مثلا من میپذیرم یا نه، منم بگم منم، پول وجود نداره الان دیگه، اینو قبول کنیم. منم پذیرفتم، برای همین به جای برای اینکه به خودم استرس ندم، برای خودم حس منفی در رابطه با این خانم در من ایجاد نشه، گفتم تموم شد، همون ویدیو مسیج هم دادم، میتونه این ویدیو مسیج برای سندی باشه که اصلا به من بدهکار نیست، تموم. من برای ایشون که ندادم، برای آرامش خودم دادم. فکرم نکنید آدم سخاوتمندیم، نه اتفاقا بسیارم خسیس هستم. خب اما یه مثالی هست خیلی بامزه، میگم قمارباز وقتی میبازه میگه به تخمم، خب دیگه باخته دیگه چیکار کنه، آفرین، میگه به تخمم. فکر میکنید وقتی که میگه به تخمم و قمار کرده رفته، همه زندگیش رفته؟ البته من که زندگیم نرفته، یه بخش از این پوله چده، بعد مثلا خیلی سخاوت من، نه بابا نیست دیگه، وقتی رفته قمار کرده، ما مالا مثل اون قمار باز گفتیم که رفت دیگه، یه لیوان آب سرد بخو تموم بشه. حالا این که نه من میدم 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 میدم، اینا یه حرفه، خب اینا رو ولش کنی، نه میخوام بشنوم نه چیزی. من اصلا من به این واقعیتی که اتفاق میفته باور دارم. انجیر رو میبینید؟ انجیر دست منه و من میخورمش. من به تو انجیر خواهم داد، من فلانم شعار و آی من اینجوری نیستم، نمیدونم ده تا فوش به من حاضرم بده، ولی من به واقعیتی که اتفاق میفته باور دارم. خب برای همین ولش کنم، چند سال میخواد طول بکشه چی چی بشه بیاد بره و همون راه اون قمار بازه رو ادامه بدیم، بگیم که حالا ما که تخم نداریم، بگیم به تخم دار، به تخم دانمون، به تخم مکامون، به چی ولش کنیم دیگه. حداقل تو این رابطه من یادمه، حداقل تو این رابطه خیلی از مخالفای من، خیلی از کسایی که از من بعدشون میاد خوشحال میشن، باعث خوشحال بشن دیگه، برن به سمت سمیرا، برن باهاش دوست بشن، برن تشویقش کنن، برن فلان کنن، برو با هم دوست شید، تا سر جریان سر مبارزه با من هم دوست بشید، ول کنه دیگه، تموم شد. این چیزا در مقابل اتفاقایی که مثل اون قمارباز ما خیلی چیزای دیگر هم باختیم. خیلی چیزای دیگر هم باختیم، باخته شده رفتیم. خب من با هیله و کلک پولو دادم، خب طرف نمیگرفت دیگه. من همیشه به یه استوری دارم،
موشه آزمایشگاهی من نشید دیگه. بعد میرید میشید میشید بسس کوین که میاد میگه که از من آستوتسنگ کرده، از من سوء استفاده کرده، من تو رو نمیشناختم. خب من حالا اصلا من یه آدم کلاش، خب خوبیتون رو زرنگ کنید دیگه، زرنگ باشید، فریب من رو نخورید. همه چیز من هم که علنیه، خب برید به دولت بگید دولت هم فریب من رو نخورد. حالا برید سراغ خانواده من، اونا هم به فریب نخورن. یه دفعه به من یه حرف هدیه ای ارسی چیزی اینا بدن و اونا رو آگاهشون کنن. اون قسمت از لایو من هم بهشون نشون برید، کافیه برید از زیبا یه امضا بگیرید که چی نمیخواد میده زیبا دیگه. دولت آلمان فریب منو میخوره، انگلیسی ها فریب منو میخورن، آلمانی ها فریب منو میخورن، نمیدونم ایرانی ها فریب منو میخورن. بابا خب فریب نخورید دیگه. من مگه نرفتی دیدی شیبا چه کار قشنگی کرد؟ یه دختری با یه آیدی فیک قشنگ رفت یه خدمت بسیار بزرگی به من کرد و تا شما رو بیایید بفهمید که من چرا آیدیا رو اینجور آدم ها رو میذارم شماها باشون آشنا بشید برید آگاهشون کنید، یه چند وقتی میگذره تا دوزاریتون بیفته. مثل شیوا نه آگاه کرد دیگه، ولی کردم بسیار کار خوبی کردیم. نتونست طلباشو از من بگیره. خلاصه این مسئله تموم شده، نه سخاوت منه نه فکر کنید که بخشش منه. اتفاقی بود افتاد، یه سری آدما به قول یه مورد سوء استفاده من قرار گرفتن و حالا دارن هی تاوان پس. فایقه. آها شیوا چی کار کرده؟ شیوا یکی بود که خیلی رفت اون موقع که اومد گفتش که این خانم آلمانی هم بلده. کوینگو تمام فیلم های من، عکسای من، عکسای لخت، نمیدونم سکس فلا هرچی بود، بعد یه سری متنایی نوشت. گفت این چی میگه؟ گفتم خب برو باش حرف بزن ببین چی میگه دیگه. خوب میگه دیگه. اصل فیلم ها رو من برات میفرستم، اگه اون یه تیکشو فرستاده من همه رو برات میفرستم و ازش تشکر کن دیگه. داره اینا رو کاری که چیزی که به مرور باید میفهمیدی اون خانم اومد سریع همه رو انجام داد. مرسی. حالا تلخ 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 این آقا میخواست به ما شناخت پیدا کنه. این از شیوا. فایقم که یه نامه برای ما اومد و نه هنوز دادگاهی شده نه چیزی. ما رفتیم و حرفای اینا رو شنیدیم.
ما هم حرفای خودمون رو گفتیم. حالا ببینیم که چه قضاوتی در برم. نه وکیلی گرفتم. به من اومدن گفتم وکیل بگیر. گفتم برای چی وکیل بگیرم آخه؟ وکیل بگیرم حرفای من رو بره بزنه. خب خودم میرم میزنم دیگه. یا قبول میکنن یا نمیکنن. وکیل میخواد بپیچونه. ما نمیخوایم بپیچونه. میخواد به نفع من کار کنه. ما نمیخواد به نفع من کار کنه. به نفع حق کار کنه. ما نیازی به وکیل نیست. چطوری گدای مسکین؟ خوبم. میخواد مهریه‌شو بگیره. وای اینی که بابا یه زن یه تا یه حدی هم حق هست. ببینید خب من توی رابطه جنسی با ایشون، خب من ارضا شدم، ایشون ارضا نشد. حالا این جزئیاتم به چندین بار من ارضا شدم، ایشون اصلا ارضا نشد. خب طلبش هست دیگه، طلبش هست. وقتی که کسی ارضا میشه از نظر جنسی، من میگم اون طرف مقابل ما هم خدماتی به طرف. یه بار چندین بار این در رابطه با دوستام اتفاق افتاد. گفتم شما هم ارضا شدید؟ آه به من کاری نداشته باشید، به من کاری نداشته باشید، استراحت خودت بکن. مگه میخواییم خدمات به هم بدیم؟ به هر حال ازش ممنونم اگه بخواد بیاد بگه طلب، من طلب دارم ازت. این طلبش حق. چهار بار طلب داره از من. تو یک انسان به تمام معنی هستی. مرسی. خب اگه از این جنبه میخواد بگه، حالا به هر حال کرده نمیشه گفت کرده، ولی خب ارضا کرده، ارضا کرده، ولی سکس کامل نشده. برای همین میگفت برو بگو که. خب گفتم آره بابا، سکس به اطلاع همه میرسونیم که سکس کامل نشد. برو. چندین بارم من با کسایی که در رابطه با عادلم همینطور بود دیگه. بعد عادل وقتی برگشت گفتش که خب من چی؟ گفتم که یه چی دیگه، استراحت کن دیگه، تو هم. منم استراحت میکنم، تو هم استراحت کن. قرار نیستش که ما همدیگر رو به فریدیگن کنیم. چیه؟ همدیگر رو به نقطه چیز برسونیم که رابطه در سیر طبیعی خودش پیش میره. یکی زودتر ممکنه ارضا بشه، یکی دیرتر ارضا بشه. خب حالا دیگه این یکی مسئول اون یکی نیستش که. میخواین مسئولیت در سکس به وجود بیاد، بفرمایید برید با کسانی که بیزنس سکس میکنن. خب بذاری فریب نخورن دیگه. الان من مثلا با مهران هیچ رابطه‌ای ندارم. رابطه قشنگی داشتم، رابطه جنسی نداشتم. حالا ممکنم دیگر رو ببینیم. خب شما باید آگاهش کنید، بگید که با زیبا مبادا 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 مبادا. خب آگاهش کنید، شاید هفته آینده دو هفته آینده بخواد بیاد نیاد. اگر نخواست نیاد، ما برای مدت زمانی که باش بودیم براش ازش تشکر میکنیم. شما برای چی هستید؟ برای آگاه کردن دیگه. من شما رو واقعا نمیگم دوستتون دارم، ولی بهتون نیازمندم.
بهتون نیازمندم. خیلی به من خدمت میکنید، خدمت های بزرگ. در مدت یه هفته، چند هفته، دو ماه کل رابطه من با کوین طول کشید. تو این دو ماه کمیشه با هم نبودیم. چند وقتی که حالا بگیم مثلا یه هفته 10 روز با هم بودیم، تو این 10 روز من که نمیتونستم، اونم آلمانی، اونم حوصله ندارم، اوبرزتمال نداریم، برو خود ترانسلیتر براش هستش، برو خودش ترانسلیت کنه، ما بشینیم حالا اوبرزتمال هم بکنیم، حالا ترانسلیت هم بکنیم، نه کل زندگی ما میخوام براش بگم. بسا همون فکر کنه من خائن بودم، من آدم کشتم، من نمیدونم 100 تا بیماری دارم، فلان دارم. خب بلاید بالاخره یه دونه آدم عجیب غریب تو زندگیش ببینه همش آدم های پاک و پاکیزه رو انسان دوست و دیده، مثلا تجربهش بره بالا. پسر به قول معروف چی میگن؟ شما یه اصطلاح جالب دارید، نه اوتو کشیده، نه چی آب و رنگ ندیده، نه ماه و خورشید آفتاب مافتاب ندیده، یا خیلی از این، بالاخره چشم و گوش بسته، یه زه باز شدیه. در کل زندانم چی آفتاب مهدانه، الان نفهمیدیم به مهران دادی یا به کیوین، به هیچ کدومش. ببینین از نظر سکسی که من اصلا با مهران واقعا رابطم تعریف کردم، با مهران ارتباط من جنسی نبوده، خودشم اومد گفت. با مهران واقعا رابطه خیلی قشنگ دوست داشتم، من واقعا بهش علاقه دارم، به عنوان اینکه بچه ها میگن روش نقشه بکشی، به عنوان اینکه براش نقشه بکشم علاقه دارم. حالا سر فرصت دیگه ایمه میده روه با آرامش. خب حالا بگم تاید با آرامش زمانش بیاد. اما با کوین سکسکی میشه گفت بود، ولی سکس کامل نبود، برای همین من ارضا شدم اون ارضا نشد. حالا ایشون طلب داره دیگه، اگر دارید اینو میگه، 4 تا طلب از من داره، 4 بار من ارضا کرده من ایشون، ولی خودش ارضا نشده. البته آفرینم بهش که دیگه وقتی گفتم خب تو الو بیگ بخواب، یا مثلا من الان آرامش نیاز دارم، احترام گذاشته، آفرین بهش، اینقدر ازش ممنونیم. مهران حس کرد، برید به مهرانم بگید که اصلا من 100 تا بیماری دارم، کسی وادار نکن. مهران خودش شعور داره، خودش 100 تا مثل خیلی ها رو دهمه، چی میگم، کاملا خودش وارده. برای همین نگران نباشید، برید کسی نگفته که مگه مهران به من نزدیک شد. فعلا هم در حد سالمه، ایشون سالمه، منم سالم، برادراشم سالم، رابطمون هم خیلی خوب بوده. من از این رابطه، از بودن پیش اونا راضی بودم و برای من قشنگ بود، ساعت قشنگی رو ساختن، ازشون ممنونم. همیشه هم ویلکام تو خونه من، پیش من. خجالت بکش، باش بدید بکشمش دیگه. نمیدونم خجالت چیه، که کشیدنیه، چیه مثل هروینه، مثل چی، کشیدنیه، چیه، شیشه است، چیه، بگید ببینیم. مثلا مم پیرزن حوث باز، خیلی خوبه این پیام، صاحب کن یکم بخورم. حوث خیلی خوبه، شما یه موقع حوث میکنید که
دهن کسی، من دهن دوتا مرد شاشیدم فقط، یکی ایرانی بوده یکی آلمانی بوده، اونام داستاناش همشو گفتم. فعلا در این حد بود، اگه بیشتر شد بهتون میگم. استوریش هم کردم دیگه، گفتم من دوتا دهن دوتا مرد شاشیدم. هوس، هوس خیلی خوبه. پدرت هنوز آب کفنش خوش نشده؟ خب نشده باش، چیکار کنیم؟ پدر من خودش تو زمانی که زنده بود میگفت هر کاری دوست داری بکن. خوشم میومد ازش در زمانی که با هم بودیم. در زمانی هم که با من نبودن بازم خوشم میومد، چون گفتش که خب تو کار رو کار، تو مسیر خودتو انتخاب کردی، ما مسیر خودمون انتخاب کردیم. انقدر شعور داشت. مرسی از شعور. یعنی واقعا مرد بسیار با شعورترین مردی بود که تو تمام روابط من بود، البته وقتی بدون مامانم بودا. خب باشه. این که مهران که هیچ، مهران که اصلا رابطهش مشخصه، همتونم دیدید و همه مسئله. ولی بیایم سر مسئله هوس باز که شما پرسید. هوس خیلی خوبه. یه موقع شما هوس قرمه سبزی میکنید، حالا ممکن اصلا یه سال، ما الان خیلی وقت قرمه سبزی نخ دو سه ماه پیش خوردیم دیگه، خب ممکنه 3 4 ماه دیگه هوس قرمه سبزی بکنم، بد نیست که. یه موقع هوس خرچنگ میکنی، هوس حشره میکنی، هوس فلان میکنی. هوس هم بد نیست، هوس رو نکوهش نکنید. نظرت راجع به جمهوری اسلامی چیه؟ نظری ندارم. جمهوری اسلامی هم مثل رژیمای دیگه، سگ زرد برادر شغاله. ما یه زمانی طرفدار جمهوری اسلامی بودیم، یه زمانی ضد جمهوری اسلامی بودم، خب یه زمانی شاه دوست بودم، یه زمانی نمیدونم طرفدار غیره. بعد فهمیدم که اصلا سیاست رو بذار کنار، انقلاب رو میخوای بکنی اول از خودت. با وحیدم بودی؟ با وحیدم کنار هم خوابیدیم، ولی رابطمون به سکس کشیده نشد. اونم داشت یه موجایی میومد، یه موجایی در رابطه با وحید داشت میومد، ولی خب دیگه تا بیا ما برگشتیم آلمان. تو 7 خطی؟ نه بابا، 7 خط چیه؟ 70 خطم. 7 خط رو زیاد کن. تو داری میخندی؟ خب بخندی، خنده خیلی خوبه. خانم شما سایکوپات، سایکوپات چی هستی؟ ما همونی که شما میگید اصلا هست. با بهنام چی؟ آب با بهنام، چقدر سوال خوبی. با بهنامم اگر میموند شاید رابطمون، یعنی کنارش میخوابیدم، این حس اومده بود. الانم بیاد شاید رابطم نزدیکتر بشه باش، ولی خب تا بیاد این حس بیاد ایجاد بشه، من موندم خونه آزارو، مرغ از قفس برید رفت. با بهنام حسش اومد، حس این که نمیدونم سکس نمیدونم میکردم یا نه، ولی حس این که کنارش قرار بگیرم، با بغلش کنم یا حتی کنارش بخوابم، این حس اومد، ولی خب فرصت نشد. اگر بهنام بیاد و قبول کنه من این ارتباط باش برقرار میکنم. نجیب، نجیب، نجیب هم خیلی خوبه. خوبه، همه هم خوبه دیگه. احمدم که رفت، احمدم رفت. خب هر کسی با من، سگم با من نخوابه آزاد، اختیار داره، هر کسی اختیار داره. ما هیچ وقت سگ رو، سگ یا حیوان دیگر رو پایین بی ارزش نمی کنم.
با وحید قهری نه بابا، همین امروز بهش پیام دادم، بهش گفتم که یه خانم تو استانبول باهاش در ارتباط قرار بگیر، ببین میتونی کمکش کنی یا مثلا راهنماییش کنی. گفتش که یه قلب فرستاد. زیبا حس چیه؟ حس چی هست؟ حس خیلی چیز بدون حس که نمیتونیم باشیم. حس لامسه، حس بویایی، حس شنوایی، حس بویایی، حس چشایی. آن با سهراب چی؟ با سهراب نه، حسش نیستش، حسش الان نیست، ولی سهراب خوبه. میگیم میخندیم، خیلی میگیم میخندیم با سهراب. سکسک؟ آره آقا سکسک بود دیگه، نمیشه گفتش سکسکه، یعنی واقعا خودش هم گفت. زیبا پیر نمیشی، حال دنیا رو بکن. آره ما تا لحظه ای که نمردیم حال میکنیم. زیا کجاست خونشه؟ زیبا فکر نمی کنی به خاطر هیکل نافرم و نازیبایت اکثر مردا بهت حس ندارن؟ چرا فکر میکنم؟ خب شکم من گنده است، سینه‌های من افتاده است، موهای پام، زیر بغلم، اینا ممکنه حال خیلی ها رو به هم بزنه و حس به من نشت بشم. حرفت درستیم، خیلی ها به این خاطر نمیان. خب نمیان دیگه، نیان آزادم. این همه زنهای خوشگلی مثل شما هست، خب بیان سراغ شما، هیچ اصراری نیست. زیبا از مرگ میترسی؟ هر وقت اومد جلو شاید ترسیدم، نمیدونم، فعلا که نیومده. هر وقت اومد سراغ من ببینم که ترس داری یا نداره. من به واقعیتی که اتفاق میفته چی؟ احمد چی؟ احمد خیلی وقتی رفته دیگه، چیز نداره. پیرتر از این دیگه 80 سالشم، 80 سالم، خیلی باحال. سهراب بهنام تو نوبت هم. نه بابا من خودم تو نوبت، اونا ما خیلی بهن سهراب رفته دنباله. قبل میخندیم، سهراب خیلی دوست داشتنی، من سهراب دوست دارم. زیبا با حسادت چیکار کنی؟ بابا منم حسودم، میخوای چیکار کنی؟ حسادت حسودی؟ حسادت داری؟ بگو. خوبه، حسادت یه مکانیسم دفاعیه دیگه. دستا چقدر مو دارم؟ میدونم. زیبا خیلی قشنگی، مرسی. کل زندگیت و رفتارات مسخره بازیه. خوشحالم که به خاطر همین مسخره بازی ها اینجایی. با حبیب سکس داشتی؟ کدوم حبیب؟ آه تعدادشون زیاد قاطی میکنم. حبیب نه. با مهسا؟ کدوم مهسا؟ بگه به مهسا. کدوم مهسا؟ مهسا همون هم زیاده، امروز با یه مهسای صحبت کردم از اشتوتگارت. کن ما به همه حسودی میکنیم، اینو بده به همه. موهاتو اون رنگ خوشگل کن. چیه؟ نه این رنگم رو دوست دارم. باش ممنون برای تحلیل خیلی ها در رابطه با حالات روحی من. برای از پروفسورها و تحلیلگران صمیمانه تشکر میکنم. زیبا بگو تو چقدر چی؟ چرا زندگی انقدر چرا زندگی انقدر کیریه؟ به خودت ربط داره دیگه. غیرت هم که ندارم اصلا، بی حیایی هم که بله. یه شعرم دارم که اصلا در این رابطه هم غیرت رو بذار. چیم؟ غیرت نه. بدر بدر حیا و شر، حیا و شر. محال فوقلاده است رنگشم فلان. کسی که غر میکنه
حین دعوا چیکار کنیم؟ خب به هیچی بهش بگو که برو یه لیوانم آب بهش بده اگه میخواد، اگه قهر میکنه میخواد در بره بهش بگو خوش رفتی برو یه ساعت دیگه بیا. دیگه نمیری رستوران؟ چرا اتفاقا دیروز چه زنگ زد سیاوش گفتش که میخوام بیام چه غذایی بریم از رستوران و اینا، حالا ببینیم چیه دیگه، شاید با اون رفتیم رستوران. آها اشکال نداره، کیرم خوبه، کیری هم بد نیست، این همه شما دنبال چیز هست دیگه. این هست زیبا سلطان آره بابا سلطانم خوبه. سلطان که فعلا حالا ما رو میخواستیم بریم اونجا قبول نکرد. کی چه جوابی داد نمیدونم، ولش کنید دیگه، سمیرا هر چی از خودش میاد میگه تو لایواش دیگه، ول کنید تمام شد، فرتیک اوس سمیرا رو ولش کنید، این همه مدت هم داره حرفا رو میزنه، خب برید لایواش قشنگ چیک و پیک همه چی هم داره میگه دیگه، خوبه بذاری بگه دیگه، برید قشنگ تو لایواش برید خوبه. از مهناز نروژ، مهناز نروژ کیه؟ با احمد سکس داشتی؟ با اونم میشه گفتش که در کل 10 سال یه بار گفتم دیگه، در کل 10 سال یه سکسک خیلی کوچیک، یعنی یه اونم در حد سکسک حتی نمیشه گفت، ولی به هر حال من ارضا شدم بهش، گفتم که احمد مثلا گفتش تو من ارضا شدم تو نشدی، هر موقع خواستی مثلا منم دوست دارم که یه جوری که تو هم، گفت هیچ وقت دیگه از این حرفا نزن، من خودم میفهمم طرف مقابلم حسش چیه. غرور احمد خیلی خوب بود از این جنبه که حالا تو، من تو رو برای تو این کار کردم، تو برای من، هیچ وقت در کل 10 سال این همه کارهایی که کرد هیچ وقت حتی نگفت یه بار منو ببوس، همش من دنبالش بودم دیگه، همش من منتشو میکشیدم. اونم یه بار کنارم لخت خوابیده بودیم، من نمیدونم گفتم ماساژ رو برد، گفتم ماساژ بده، اونم من ارضا شدم ازش ممنونم. بابا همه مردا انگار به من بده، من طلب کردن از من خیلی هاشون دیگه. آره اینجوریه. برای ریزش مو یه بار شاش تراپی رو امتحان کن، چندشش میشه خب، هر که چندشش میشه به من نزدیک نشه. خب یه کسی از بچه ها چون دیگه خیلی تکرار کرد، ما اینو از دیگه یه جمله رو خیلی تکرار کرد بره یه ذره. اون پشمه در هر صورت تو ارضا میشه. آره تا اینجا ما که اینجوری شده که من ارضا شدم، نه زودم نبود ولی خب بالاخره دیرم نبود، نصفه بود دیگه، تقریبا یه 10-15 دقیقه. آخه وقتی حس خیلی قوی نباشه مثل یه ساندویچ خوردنه، یه غذای خیلی خوشمزه خوردن که نیستش که، یه ارضای مثلا بعضی موقع آدم مثلا با یه چیز خیلی خیلی کوچیک، مثلا شما تو خود ارضایی مثلا خیلی سریع، اون خود ارضایی که اسمش سکس نیست، طرز استفاده شاش همطور. بعد من خودم کاری که میکنم قبل از اینکه برم دوش بگیرم، دیروزم که دوش گرفتم یه لیوان اینجوری شاش، یه لیوان برای شاش دارم، میریزم قشنگ، میریزم رو سرم، ماساژ میدم رو صورتم، رو پوستم، بعدش چیز میکنم. دمت گرم که حال میکنه. خب دیگه آره، حالا دیگه به هر حال همون یه ذره حالم بهتر از هیچیه دیگه، کاشی به از هیچیه.
بلاک نکردم، یکی بود هی یه جمله رو تکرار میکرد، هی یه جمله رو تکرار. سکس کامل به قول اون خانم دکتره چی بود که میگفتش کیر تو کوست مثلا؟ سکس کامل این. تا حالا خود ارضایی کردی؟ آره خیلی. گفتم دیگه سکس کامل منظور این چی؟ یعنی کامل که مثلا دیگه، حالا من تو روابطم که با کسانی که ارتباط خیلی قوی تری داشتم، اصلا نمیشه گفتش که من مثلا با کوین پارتنر بودم، نمیشه گفتش که اصلا پارتنری هم که الان خیلی وقت ندارم. برای همین روابط فی روابط گذرا بودم. خانمای همسن من، همسن تو فکر این چیزا نیستن. خب نباشن، اونا آزادن هر جور که دوست دارن. دیلدو بخرم؟ من اصلا دیلدو دارم ولی استفاده جنسی نمی کنم ازش. تو روحت زیبا؟ دقیق میگی. خب میپرسم دقیق میگم. من دیلدو رو، دو سه تا دیلدوی که به دست من رسید اصلا تصادفی، هیچ وقت هم پول برای این چیزا نمیدم. موام تازه جا افتاده. آره بحث عوض کنیم. باشه بحث عوض کنیم. راست میگی. چرا نیستی؟ چرا نیستن؟ خانم سالم باید تو فکر این چیزا باشم. من اتفاقا اینجا اومده بودم بچه ها. یه بار دوستم گفت مامانم دوست پسر جدید گرفته، مامانش 81 سالش بود، گفتش ما رو دعوت کرده که بار بریم باش آشنا بشیم. گفتم چی جالب، تازه اومده بودم اینجا. گفتم نگاه کن یه زن 81 ساله چقدر قشنگ. نه نشون نمیدم دیلدو رو، نشون نمیدم، چون که برید از آیت الله اینستاگرام چیز کنید، اجازه بگیرید. اگر یه بار اینجوری شد کلن لایو قطع شد. از آیت الله اینستاگرام اجازه بگیرید برای سر. چند تا خواهر داری؟ سه تا خواهر. به هم زنگ میزنید؟ نه، من سال هاست که با خواهر و خانوادم ارتباط ندارم. 80 ساله و دوست پسر؟ 81 ساله بود و 81 ساله و دوست پسر. بله باشه. لیوان شاش؟ لیوان شاش هم یه لیوان معمولیه، بعد تو حمومه. لباس گربه کیوتی؟ آره خشنگه، زیبایش خیره. این هم دلشون برای تنگ، اونا و دلشون برای من برای تنگ نمیشه. من نمیدونم اونا دلشون تنگ میشه یا نه، ولی خب به هر حال حتما دلشون تنگ نمیشه که دیگه کنار اومدن دیگه. چند سال گذشته الان؟ 15. با یه سری خواهرام که 20، دو تا خواهرام که 20 ساله ارتباط ندارن، بالای 20 ساله، با یکیش که 15 ساله، 15-16 سال، اونم نزدیک 20 ساله، دیگه کنار اومدن دیگه با این مسئله. خب زیبا تو مثل قالی کرمانی. او 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 او. دیروز دیدم یکی گفته که لب گذاشتی، گفتم باش. خواهر کوچیکش نازیلا خوشگله. آره خواهرام خیلی خوشگله. خواهرات تو رو فالو میکنن؟ نه بابا کجا فالو میکنن، اما شنیدم که از چیز یه بار فالو داشت میکرد منو، یه بار برای یکی دو روز فالو کرده بود خواهر کوچیکه. او نمیدونی چقدر ذوق زده شده بودم، ولی ما رو بعدش دیگه با بلاک کردن. یه دونه استوری منو دید بلاک کردن. برادرام هم همه تو چیزم. من با هیچ کدومشون قهر نیستم، اونا با من قهرن. اونا با من، منو قبول ندارم، وگرنه من باشون مشکلی ندارم. سب کنم ببینیم چقدره. آهان قند خونه چقدره؟ همه قند و آزمایشام پارسال خوب بوده، ولی امسال هم حالا میریم ببینیم چه جوری میشه. خانوادت بهت اعتراض نمی کنن؟ نه، چون ارتباط ندارن دیگه. اعتراضاشون اون موقعی اول
20 سال پیش کرده بودن و بعد گفتن که اگر مسائل ما رو قبول نکنی ما با تو ارتباط برقرار نمیکنیم، قطع ارتباط میکنیم، قطع تمام حقوقی که از خانواده داشتم. گفتم باش دیگه، قطع ارتباط کرد. نوشابه نمیخوری؟ خیلی خیلی به ندرت. چای سبز میخوری؟ با کمال میل، خیلی خوشم میاد. الان چای میوه‌ایه. پیج خواهرتو میدی؟ نمیدونم، برید از سهر بگیرید. ندارم پیج خواهرم. از پیج خواهرم فهمیده بودن دیگه که پدر من فوت کرده، بعد به من اومده بودن هی میگفتن. من میگفتم بابا تا موقعی که به خودم نگفتن من باور نمی کنم. تا اینکه سحر به من گفت. پیاماتون با هم هستن. آذر خرید براش. آره آذری خریده اینو برام. به خاطر سکسای خارج از محدوده از خانواده ترد شدی؟ نه بابا، از اول میدونستم. من حتی یادم اولین دوست پسری که بعد از ازدواجم چیز داشتم اومدم تو خونه مطرح کردم، تو خونه تو ایران. به خاطر رازنداری با من مشکل دارم. اونا میگن هر کاری دوست داری بکن، فقط علنیش نکن. ما هم گفتیم که نه، ما همه چی رو علنی میکنیم. امروز هم یه آقایی کلی تماس گرفت، گفت اگر تو فقط رازداری کنی من تو رو میبینم. چی 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 چی؟ گفتم بابا من که تو نه عکسی ازت دیدم، نه اسمی ازت دارم، نه چیزی. تو حالا از من میخوای من برای تو رازداری کنم؟ برای چی؟ خب تو بیا من تو رو بیرون ببینمت، خب بعدم میخوام بیام چی بگم، تعریف کنم بگم که این ابروش این شکلی بود، اون شکلی بود، چی چی بود، چی میخوام بگم؟ به خاطر عکسای لختی، به خاطر عکسای لختی رم. خب از همون اول که من لخت شدم خودم براشون فرستادم. زیبایی یه بار از سیکس لایف بذار، نمیشه که از آیت الله اینستاگرام اجازه بگیرید. بعدم حتما آقا بوده. آره آقا بوده. بله پدر من فوت کرد و به همه هم گفتم تسلیت به من نگید، چون من اصلا هیچ حس ناراحتی نداشتم که به کسی به من تسلی بده. تازه احساس میکردم اولش خونسا بودم، ولی بعدش حس اصلا چقدر حس خوبی دارم. آذر نمیاد خونت؟ حالا بذار ببینیم چه در برنامه پیش بیاد. چرا نمیاد؟ میاد. جواب منم بده لطفا. بپرس ازت سوالتون. آدم باید برای خودش زندگی کنه، نه برای مردم. آفرین زیبا. خب من با مردمم هستم دیگه، حرفای شما رو منم تأثیر میذاره. اینجوری نیست که تأثیر نذاره. از ارث زیادی بهت میرسه؟ نمیدونم برسه. اگر رسید رسید، خوش رسید. ما دنبال ارث مرث نمیگیم. رسید خوش رسید، نرسید زندگی ما ادامه داره. آهان جمال بوده. یعنی جمال اومده آلمان؟ امیدوارم نه جمال بیاد آلمان، سریع تماس بگیره. نازا هستی؟ ما که الان که 64 سالمه، امیدوار بودم که نازا بودم دیگه اینقدر جلوگیری نمی کردم. ولی نمیدونم نازا هستم یا زایا، چون همیشه جلوگیری کردم. شایدم نازا باشم. اگه نازا بودم که خیلی خوب بود، الانم باشم خوبه. از خدا خبری نیست؟ نه نه، شاش داخل چشم بره مشکلی نداره. نه چندین بار داخل چشم منم رفته، هیچ مسئله نبود. یه خوب شوره یه ذره دیگه. هیچ قانونی نمیتونه تو رو از ارث محروم کنه. خب حالا ببینیم اصلا هستش. با این حال با همه پشم مشخص نازا بودی. چقدر خوب بوده. این حرفو میمدی زودتر میگفتی.
ما اینقدر جلوگیری نمیکردیم. من به همه کسایی که نازا هستن تبریک میکنم. اتفاقا اون روز تو پیش مهران اینا بودیم در مورد وازکتومی حرف میزدیم که وازکتومی چقدر چقدر کسایی الان هستن که وازکتومی میکنن که راحت بشن دیگه، لولاش رو میبندن که دیگه اصلا بچه بچه ای نباشه. بهتر. نه خب من شروع خوردم آخه، من یه چیز خوردم دیگه، شاشو خوردم، یه مقدار شوره مزه کردم. آره چند بار چند قلوبی خوردم. حالا ممکنه چشم که میره یه ذره چشمو چیز میکنه. اصل حالت چطوره؟ اصل حالم خیلی خوبه. چرا موات قشنگ شده؟ مرسی. خب بچه ها خیلی شیرینی. آره وقت با بچه ها هرگی با منه انقدر میخندیم. خوبه. خب بچه ها بریم دیگه. خوب بود، خوش گذشت، خندیدیم. بعد تا بعد، بای بای.